بحثمون رو در مورد عدم خشونت ادامه خواهیم داد. در جلسه اول بیشتر به مفهوم خشونت پرداختیم، در این جلسه دوم بیشتر به مفهوم عدم خشونت خواهیم پرداخت و ریشه‌های فلسفی و دینیش رو که ما در شرق داشتیم و بحث مفهوم اهیمسا. ولی قبل از که به بحث مفهوم اهیمسا بپردازیم، به این مبحث میخوام بیشتر بپردازم که بحث این که اصلا خشونت پرهیزی در چه موردی به کار میره و چه تفاوتی با بحث خشونت داره. همونطور که گفته شد، وقتی که ما در مورد عدم خشونت صحبت میکنیم، ما داریم بیشتر اشاره میکنیم که هر گونه خشونتی که در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستش باش مخالفت بشه و بشه نفت بشه و تغییر پیدا بکنه. ولی ضمناً عدم خشونت یک موردی بیشتر از این هم هست، یعنی فقط مسئله نفی خشونت اقتصادی، نفی خشونت سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به فردیت اشخاص و به حق حیات اونها هم هستش. حالا اینو ما در مورد موجودات زنده هم میتونیم صحبت کنیم، جانوران یا نباتات، و به ویژه وقتی که ما در مورد ادیان شرقی مثل هندویزم و جاینیزم و بودیسم صحبت میکنیم، اونها دیگه از قلمرو انسان ها اونورتر میرن. و به همین دلیل هستش که ما داریم در مورد مهار خشونت در مورد کل جهان صحبت میکنیم. ولی موضوعی که خیلی مهم هستش این نیست که عدم خشونت فقط در امر نگفتن به خشونت خلاصه نمیشه، و وقتی ما میگیم بدون خشونت، بی خشونت، عدم خشونت یا خشونت پرهیزی، الزاما ما فقط نه به خشونت نمیگیم، بلکه باید یک کوشش سازنده‌ای هم باشه در جهت برقراری صلح، در جهت ایجاد تعامل و گفتگو در جامعه و جهان. یعنی فقط یک امر عکس العملی نیستش، بلکه یک امری هستش که میخواد بیار و سازنده هم باشه. بنابراین بحث عدم خشونت فقط پیرامون این پرسش نیست که چرا خشونت وجود داره، بلکه بحث در مورد این پرسش اخلاقی و فلسفی هم هستش که خشونت رو چگونه میشه تغییر داد. فقط این نیست که چرا هست، بلکه چگونه میشه تغییر داد. و در اینجاست که ما میبینیم که عدم خشونت فقط یک بحث سیاسی نیست، فقط یک بحث اجتماعی نیست، فقط یک بحث فلسفی نیست، بلکه همزمان یک بحث اخلاقی هم هستش. چرا خشونت، عدم خشونت باید باشه و خشونت نباید باشه؟ این بحثی است که اخلاق عدم خشونت انجام میده. و به همین جهت عدم خشونت، همونطور که گفتم، فقط نگفتن به خشونت نیست، بلکه تبیین یک نگرش خاصی به زندگی و ترویج و ترغیب این نگرش فلسفی و این نگرش و این نگاه به زندگی و جهان هستش. تاریخ مبارزات خشونت پرهیز به ما نشون میدن که ما همواره با دو شکل از خشونت پرهیزی یا عدم خشونت روبرو بودیم. یک نوع عدم خشونتی که اسمی میشه گذاشت عدم خشونت استراتژیکی، و نوع دوم که عدم خشونت فلسفی یا معنوی هستش. همطور که میدونیم عدم خشونت دارای این دو بُعد هستش، این دو بُعد اصلی عدم خشونت هستن. اگر بُعد استراتژیک رو در نظر بگیریم، عدم خشونت یک راهکار اجتماعی هستش برای مبارزه و با بی‌عدالتی، برای دموکراتیک کردن حتی دموکراسی ها، یا گذار به دموکراسی از یک دیکتاتوری به دموکراسی. و در اینجا ما از عدم خشونت به عنوان یک ایدولوژی اصلا صحبت نمی کنیم، بلکه داریم در مورد کوششی صحبت میکنیم که به دست خود فعالان مدنی یک جامعه صورت میگیره و یک تمرین اجتماعی و یک تمرین سیاسی هستش. عدم خشونت استراتژیک در حقیقت میشه گفتش که نحوه شیوهی از کوشش اجتماعی هستش که از طریق شیوه های گوناگون مثل اعتصاب، مثل تظاهرات، مثل تحریم، مثل نافرمانی مدنی سعی میکنه که ساختارهای سیاسی اجتماعی اون جامعه رو یا اصلاح کنه یا تغییر بده. ولی موقعی که ما در مورد عدم خشونت
فلسفی یا معنوی صحبت میکنیم، اینها فقط بر اساس کنش‌های اجتماعی بنا نشدن، بلکه بر اساس اعتقادهای اخلاقی، اعتقادات دینی، فلسفی درست شدن، شکل گرفتن. مثلا فرض کنین بسیاری از خشونت پرهیزان مثل گاندی، مثل لوترکینگ، مثل دالای لاما در مورد ندای درونی صحبت میکنن که به انسان خطاب میکنه که نباید کشت. همطور که میدونین یکی از فرامینی که بین ده فرمان هستش، یکی از فرامینی که در تورات ما داریم، در کتاب مقدس داریم، اینیست که تو نخواهی کشت. این تو نخواهی کشت همین نداییست که حالا از جانب ندای الهی یا ندای درونی است که به انسان میگه که نباید کشت، تو نخواهی کشت. اگر عدم خشونت ما به عنوان فلسفه و راه و روش زندگی در نظر بگیریم، پس میتونیم بگیم که عدم خشونت یک آموزه اخلاقی است که ما رو به نوعی همدلی، به نوعی شفقت، به نوعی همنوایی با طبیعت و انسان دعوت میکنه و این خیلی مسئله مهمی است که تمام خشونت پرهیزان روش تاکید میکنن. و اینجا مسئله مهم پیوندی است که میان زندگی اجتماعی ما و زندگی اخلاقی ما صورت میگیره. به خاطر همین هم هستش که افرادی مثل گاندی یا مثل مارتین لوتر کینگ، مثل تولستوی اعتقاد دارن که سیاست رو باید اخلاقی کرد. در جامعه‌ای که اخلاق وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً شما خشونت بیشتر دارید و خشونت رو مهار نمیتونید بکنید. و شاید به همین دلیل هم هستش که اکثر مدافعان و مبارزان عدم خشونت معتقد هستند که باید تا اونجا که میشه ما هم خشونت استراتژیک داشته باشیم، هم یعنی ابزارهایی داشته باشیم برای این خشونت رو مهار بکنیم. همین که ما از نظر نگرش و نحوه دیدمون نسبت به دنیا باید سعی کنیم که بیشتر خشونت پرهیز بشیم. در هر دو صورت ما با نوعی مبارزه برای نقد قدرت طلبی و تمرکزگرایی اقتدار روبرو هستیم و همچنین با آموزش شهروندی. خیلی جالبه، برای اینکه عدم خشونت یک آموزشی است که همیشه چه در نوع استراتژیکش، چه در نوع فلسفیش یا دینیش، افراد دعوت میکنه به یک آموزش شهروندی، به یک تمرین اجتماعی، حالا تمرین دموکراسی یا تمرین‌های دیگه، ولی تمرین به هر حال شهروندی که عادت کنن با همدیگه بتونن یک سامان خشونت پرهیز ایجاد بکنن و نه به تنهایی. یعنی خشونت پرهیزی مدنی یا فردی نوعی میشه گفتش که قیام هستش علیه شر، علیه بدی، علیه بی‌عدالتی و این نوعی است که ما دیدیم. مثلا سعی میکنه که از بند کینه و نفرت یا چیزایی که ما بهش میگیم فرهنگ خشونت خودشو خلاصی بده. و به خاطر همین هستش که وقتی ما فلسفه عدم خشونت رو با فلسفه خشونت مقایسه میکنیم، میبینیم که فلسفه عدم خشونت تک پندار نیست، تک اندیش نیست، تک گفتار نیست، تک رفتار نیست، تک حیات نیست، همیشه در یک قالب باز کثرت‌گرا و در یک قالب جمعی صورت میگیره، یا میتونیم بگیم که اصلا به نوعی ما رو ارجاع میده به یک خرد جمعی. خرد جمعی که باز برمیگردیم با همون بحثی که در قسمت اول کردیم، یعنی یک بلوغ تمدنی. و این امر پلورالیستی یا امر متکثر به نظر من امر بسیار مسئله مهمیه در خشونت پرهیزی، برای اینکه ما اینجا داریم از یک تعادل و توازن و هارمونی صحبت میکنیم که الزاماً قدرت در اون مرکزش قرار نداره و قدرت طلبی در مرکزش قرار نداره، بلکه تعامل و گفتگو بیشتر قرار داره. بقای این کثرت ارزشی، این کثرت هنجاری، این کثرت عقیدتی، اینها فقط در یک چارچوب اخلاقی و یک اصول راهبردی خشونت پرهیز میتونن تعیین بشن و اعمال نفوذ بکنن و در جایی که خشونت هست طبیعتاً صورت نمیتونه بگیره. بنابراین عدم خشونت ممکنه در جنبه نفی خشونت باشه، ولی باید گفتش که نفی الزاماً تکلیف، نفی مسئولیت، نفی مبارزه، نفی پیکار، نفی جسارت نیست. تمام خشونت پرهیزان آدم هایی هستن که میگن که باید جسور بود، میباید که مبارزه کرد، میباید که مسئول بود و
با نفی مسئولیت و با نفی جسارت مخالف هستند. مارتین لوترکینگ معتقد بود که جسارت قدرت ذهنه و باید بر ترس غلبه کرد. اتفاقا این یکی از موضوعاتی است که ما مرتبا میبینیم که تمام کسانی که در یک دوره از زندگی سیاسیشون، اجتماعیشون، فعالیتشون دست به خشونت پرهیزی زدن، دارن در مورد غلبه کردن بر ترس و مسئله جسارت صحبت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ترس از خود، ترس از دیگری خودش ایجاد کننده خشونت هستش و اجازه نمیده که این رقابت سالم میان ارزش‌ها و این رقابت سالم میان معیارها و هنجارها صورت بگیره. بنابراین همونطور که میبینیم عدم خشونت یک راه روش برای مدیریت روابط میان فردی است، برای مدیریت جامعه است که برایش ترس غلبه نمیکنه. نه فقط زور، ترس برایش غلبه نمیکنه و به نوعی فقط مردود شمردن جنگ و کشتار نیست، بلکه همونطور که گفتم یک امر فعالانه تری، سازنده تری است برای اینکه ما بتونیم ترس رو اصلا به طور کلی از یک جامعه ورداریم و بیرون بکنیم. خب حالا چون عدم خشونت یک امر ایدولوژی نیست، بنابراین به دنبال یک آرمان شهر، یک اوتوپیام نیستش. ما نمیتونیم بگیم که خشونت پرهیزی یک اوتوپیاست، یک آرمان شهره. مسئلهش هیچ وقت جا به جای قدرت نبوده اتفاقا. هیچ وقت نمیخواد بیاد بگه که من میخوام یه قدرتی از بین ببرم، خودم بیام قدرتمند بشم. اگه ما توجه کرده باشیم در تمام نوعهای تاریخیش، به ویژه در نوع معاصر و مدرنش، مسئله یک دستور زبان سیاسی و اجتماعی جدید مطرح هستش. حتی الفاظ و گفتمان و گفتاری که عدم خشونت و خشونت پرهیزان به کار میگیرن متفاوته با اصولا الفاظی که یا گفتاری که سیاستمداران کلاسیک دارن، چون دقیقاً بحثی که اونجا مطرح میشه بحث رفتار اخلاقی در رابطه با سیاست و در رابطه با تعامل اجتماعی هستش. بنابراین دستور زبانش هم فرق میکنه و اتفاقا تاکید و تکیه بیشتر بر رفتار شهروندی است تا رفتار یک نفر یا دو نفر یا یک سیاستمدار یا یک دولتمرد. و اینجا من فکر میکنم که به مراتب ما رو به یک بحث خیلی جالبتر میتونه ارجاع بده، مسئله خشونت پرهیزی. فراموش نکنیم که وقتی داریم درباره ساحت‌های عدم خشونت صحبت میکنیم، داریم در مورد ایستادگی و مقاومت در برابر نهادها و اعمال خشونت‌آمیز فقط صحبت نمی‌کنیم، بلکه در همونطور که گفتم در مورد زندگی در کثرت یا کثرت زندگی هم صحبت می‌کنیم و به نوعی ما داریم در مورد حرمت نهادن به شأن و کرامت انسانی و حرمت نهادن حتی میشه گفتش به حیات و به زندگی هم صحبت می‌کنیم. حالا در اینجا من فکر میکنم که لازمه که ما وقتی که داریم در مورد عدم خشونت دینی، عقیدتی، فلسفی صحبت یا اصولی صحبت میکنیم و نه فقط استراتژیک، برگردیم به ریشه های عدم خشونت، به واژه اصلا اصلی عدم خشونت که در فرهنگ و تاریخ بشر بوده. و میدونیم که اولین واژه‌ای که استفاده شده واژه سانسکریت اهیمساست که یک نقش کلیدی در سه دین شرقی یعنی هندویزم، جاینیزم و بودیزم داشته. مفهوم اهیمسا مفهوم خیلی مهمی است، برای اینکه مفهومی است که در حقیقت فردی مثل گاندی میاد و ازش کلمه نان وایلنس رو به انگلیسی میسازه، کلمه‌ای که تا اون زمان انقدر مورد استفاده قرار نمی گرفته. همونطور که میبینید ما وقتی که داریم میگیم عدم خشونت یا نان وایلنس، دقیقاً کلمه سانسکریت اهیمسام با اون ای منفیگرش میاد و میگه که من هیمسا نمیخوام، یعنی که در حقیقت طرد میل به کشتن یا مجروح کردن هستش و اسم موصوف اهیمسا به معنای پرهیز از کشتن و پرهیز از خشونت هستش، یعنی بی‌آزاری. اهیمسا یعنی بی‌آزاری، یعنی باید یک محتوای مثبت و پویا در مقابل خشونت آورد و مطرح کرد. ولی
وقتی که ما به این سه دین توجه میکنیم که اهیمسا یکی از مفاهیم کلیدیش هستش، میبینیم که مسئله تقابل با شر و بدی هم هستش. خیلی جالبه که برای کسانی که با تاریخ ادیان آشنا نیستن، در حقیقت ادیان دیگه از جمله ادیان ابراهیمی که به ویژه مسیحیت بعدش میان و مقابله با شر و بدی رو مطرح میکنن، شما خیلی سالیان سال قبلش اینو در بودیزم و هندویزم و جاینیزم دارین که این مقابله با شر هستش و به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در این سه دین مطرح میشه و در حقیقت میشه گفتش که فلسفه اساسی عدم خشونت هستش که بعدها میاد و به کار گرفته میشه توسط افراد چون گاندی. حالا اینجا بحثی که اهیمسا میکنه، بحثی که این عدس دین میکنن چیه؟ دقیقا اتفاقا بحث امروزی ما در مورد عدم خشونت نیست که ما بحث مدنی بیشتر میکنیم، بحث استراتژیک میکنیم. اونها دارن درباره حق حیات صحبت میکنن، اونها دارن درباره بی‌آزاری صحبت میکنن، اونها دارن وقتی که میگن که عدم خشونت در مورد پاکسازی روح صحبت میکنن از هر گونه خشونتی. مثلا هندویزم رو در نظر بگیریم، هندویزم چون دین اصلی است که بعدها شما بودیزم و جاینیزم رو ازش دارید که در حقیقت ریشه اصلیشون رو در هندویزم پیدا میکنن، هندویزم عدم خشونت رو یا همین اهیمسا رو در ارتباط با معنای نظم و قانون کیهانی قرار میده. یعنی عدم خشونت و بی‌آزاری در مکتب هندو در ارتباط با جایگاه کلی انسان در جهان هستش. انسان اگه میخواد غایت خودشو در زندگی و در جهان پیدا کنه، باید یک قانون رفتاری داشته باشه و قانون رفتاریش از نظر هندویزم اینیست که خشونت اعمال نکنه. حالا ما مثال بارزش رو در کتاب باگاوات گیتا داریم که اتفاقا یکی از کتابهایی است که گاندی برای مبارزه مدنیش و مبارزه ضد استعمارش استفاده کرده. خیلی جالبه که ما می‌بینیم که یک کتابی که اساساً یک کتاب معنوی است میتونه بعدها به عنوان یک حربه خشونت پرهیز به کار بره. و در دقیقاً در کتاب باگاوات گیتا که بعدها گاندی و خیلی هایی که دیگه خوندن و ازش استفاده کردن، شما فقط مسئله رهایی معنوی رو ندارید، بلکه یک نوع حس وظیفه و مسئولیت هم در کنار این رهایی معنوی همراه باش هست و معنی پیدا میکنه. گیتا باگاوات گیتا دنبال روی میکنه از این آموزه اهیمسا و اونو به عنوان یک شیوه از مبارزه میدونه با جهل، با خشونت و برای صلح و برای زندگی در حقیقت تعامل و با زندگی که با صلح همراه باشه. حتی اگر این سرود پروردگار، به خاطر اینکه باگاوات گیتا یعنی سرود پروردگار، این حتی اگر خودش بخشی از یک حماسه کلی هست که در اون حماسه ما میبینیم که جنگ های صورت میگیره، ولی پیام اصلیش باز یک پیام خشونت پرهیز هستش. خب در کنار باگاوات گیتا ما که طبیعتاً یکی از اولین نمونه هایی هستش که ما این بحث عدم خشونت رو داریم، ما دو دین مکمل میشه گفت هندویزم رو داریم که با دو دینی هستن که مثل هندویزم در سرزمین هند شکل میگیرن قبل از که به جای دیگه برن، و یکی بودیزم و دیگری جاینیزم. دقیقاً اتفاقاً در این دو دین هم همونطور که ما میبینیم در آیین جین دقیقاً مثل آیین هندو خشونت پرهیزی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، از جمله اینکه جین ها اعتقاد دارن که این خشونت پرهیزی نه تنها باید در عمل صورت بگیره، بلکه در ذهن هم باید صورت بگیره. و اونها همونطور که میدونید حتی کاست ها رو زیر سوال میبرن، یعنی اون طبقه بندی کیهانی رو زیر سوال میبرن و اعتقاد دارن که
انسان چون موجودی دوگانه هستش، یعنی هم مادی است هم معنوی، بنابراین باید که برای اینکه بتونه خودش رو خلاص بکنه از این چرخه نوزایی، فقط با خشونت پرهیزی میتونه این کار بکنه. و این خیلی امر جالبی است که اونها چنین اعتقادی دارن که انسان راههای معنویش ارتباط پیدا میکنه با خشونت پرهیزی. ولی این خشونت پرهیزی هم تو که داشتم میگفتم، برخلاف ما مدرن ها که فقط این خشونت پرهیزی رو در عمل میبینیم، این خشونت پرهیزی در ذهن هم وجود داره. یعنی آنها اعتقاد دارن که نه تنها شما نباید به جانداران آزار برسانید، و آزار رساندن به جانداران حتی اگه یک مورچه باشه یک گناه هستش، بلکه حتی اگر فکر آزار دادن رو بکنید در ذهنتون یا فکر کشتن رو بکنید، این خودش یک گناه کبیر است و باید از هر گونه خشونتی چه فکری چه عملی پرهیز کرد. و اینجا به نظر من خب این یک جنبه جدیدی است که جاینیز با خودش آورده، که بعدها ما اینو در بودیسم هم می‌بینیم. جین‌ها همیشه با خودشون یک جاروی هم می‌کنن برای اینکه وقتی که راه میرن مبادا که حشره‌ای رو لگد بکنن و اون موجب مرگ اون حشره بشن یا موجب مرگ اون مورچه بشن، و اعتقاد دارن که حتی شخ زدن زمین قابل قبول نیستش، برای اینکه ممکنه که بعضی از جانورهایی که در زمین زندگی میکنن نابود بشن. خب ما اینجا با یک دینی سر کار داریم که کاملا خشونت پرهیزه و کاملا فکر میکنه که باید خشونت رو نفی کرد. به همین صورت وقتی که ما به طرف بودیزم میریم که نمونه اصلیش امروز دالای لاما هست که بودیزم تبتی هستش، و نمونه در حقیقت سیاسیش و اجتماعی شما میتونیم امروزه در بودیزم تبتی و مبارزه که اینها دارن میکنن علیه چین ببینیم، دقیقا همینه. در بودیزم هم شما اگر میخواین که مثال بودا رو ادامه بدید، اگر میخواین که به اون روشنگری برسید، اگر میخواین که به اون رهایی برسید، باید که راه خشونت پرهیزی رو قبول بکنید و ادامه بدید. دقیقا به خاطر اینکه بودیستا اعتقاد دارن که خود بودا به عنوان در حقیقت حالا پیغمبری که اونها اعتقاد دارن که به اون راه رسیده، روشنایی رسیده، خود بودا هم خشونت پرهیزی رو پذیرفته. و این خشونت پرهیزی است که همراه با ایده شفقت است، اون چیزی است که ما بهش میگیم کامپشن. اگه سخنان دالای لاما رو گوش کرده باشید یا نوشته‌هاش رو خونده باشید، می‌بینید که مرتباً به این ایده کامپشن یا شفقت می‌پردازه. احترام به دیگری، احترامی که هم در فکر هم در عمل باید گذاشت، و به نوعی برای اینکه بچه ذهن رو باید پاک کرده از هر گونه خشونتی، ما احتیاج داریم که به صورت شفقت‌آمیز با هر موجود زنده دیگه برخورد کنیم، از نظر لاقل اون چیزی که بودیزم داره. بودیزم هم مثل هندویزم ولی به مراتب بیشتر از هندویزم و جاینیزم اعتقاد داره که جسم رو باید از رنج و مهنت آزاد کرد، و برای اینکه ما بتونیم جسم رو از رنج و مهنت آزاد بکنیم، ما باید که هیچ گونه خشونتی اعمال نکنیم. تا موقعی که ما خشونت داریم اعمال میکنیم به هر نوعی، تا موقعی که ما داریم درباره خشونت فکر میکنیم، و اتفاقا بودیزم اعتقاد داره که هر چقدر ما بیشتر به امیالمون بپردازیم، خشونت هم بیشتر ایجاد میکنیم. اتفاقا ما چون دنبال منافع اون هستیم، چه منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اونجا هستش که خشونت به مراتب بیشتر ایجاد میشه. بنابراین باید که خودمون خلاصی بدیم از این امیال، باید که خودمون خلاصی بدیم از این خشونت میشه گفت پایه‌ای، باید که به دنبال شفقت باشیم، و باید بتونیم که اینو حتی در عوالم سیاسی اجتماعی هم پیاده کنیم. و جالب اینجاست که برای اینکه به این بحث پایان بدیم، میتونیم مثال آشوکا رو بزنیم که یکی از امپراتورهای هنده، و آشوکا کسی است که در دوره‌ای که اول با بودیستا مبارزه میکنه و بعد خودش بودیست میشه، و وقتی که بودیست میشه به عنوان یک شاه سعی میکنه که عدم خشونت پیشه کنه، دیگه به جنگ نمیره،
و در حقیقت همین آیین هایی که خدمتون گفتم، یعنی آیین های بودایی عدم خشونت رو سعی میکنه با اون حس شفقتش به کار ببره و اعمال کنه. و بنابراین این حسی که انسان باید بر خشمش غلبه کنه، انسان باید که نیکی رو بر شر بتونه غلبه کنه یا حقیقت رو بر دروغ غلبه بکنه، این دقیقا یک فکری است که شما در بطن این سه دین، یعنی بودیزم، هندویزم و جاینیزم میبینید. و ما در جلسه آینده درباره وقتی در مورد گاندی صحبت خواهیم کرد، به خوبی خواهیم دید که چگونه گاندی میاد و این اصول رو استفاده میکنه به عنوان ابزار و حربه های استراتژیک خشونت پرهیز برای اصلاح جامعه، برای مبارزه با فقر، برای مبارزه با استعمار، برای مبارزه با دیکتاتوری، برای رسیدن به آزادی و برای ترویج و ترغیب فلسفه‌ای که امروزه ما به عنوان نان وایلنس در جهان امروز میشناسیم. میشه که عدم خشونت رو تو حوزه اخلاقی امر غیر اخلاقی مثلا تو همه نحوه‌های اخلاق، هم از فایده‌گرا مثلا وظیفه‌گرا یا فضیلت‌گرا، تو همه نحوه میشه گفتش که این امر مذموم خشونت؟ نه، خب طبیعتاً اونهایی که اعتقاد به نفگرایی دارند اعتقاد به عدم خشونت به صورت مطلق ندارن و اعتقاد دارن که خب بر جای اگه لازم باشه که ما بخوایم در مورد نفع جامعه، نفع در حقیقت تعداد بیشتری از انسان‌ها صحبت بکنیم یا سعادتشون صحبت بکنیم، ممکنه که لازم باشه که این خشونت هم اعمال بشه، مثلا به جنگی رفت بریم یا مثلا همون humanitarian intervention از جانب از دیدگاه یک اخلاق نفع‌گرایانه برای این است که شما جلوگیری بکنید از عدم سعادت یک ملتی. یه سوال شما در اوپانیشاد به توی متن کاملا خشونت نفی شده، یا من شنیدم که متن حضور ذهن ندارم الان که مثلا آیه های یا گفتار هایی که خیلی خشونت عریان هم درش هست، منتها پیروانش به قرائتی ازش رسیدن که خب خشونت رو نفی کردن. من فکر میکنم که ما وقتی که داریم در مورد ادیان شرقی صحبت میکنیم، به ویژه این سه دین، یعنی بودیسم، هندویسم و جاینیسم، ما باید به متون خیلی دقیقشون بپردازیم. ببینید تفاوتی مثلا در هندویسم تفاوتی بین اوپانیشاد و باگاواد گیتا هستش. گاندی اشارش انقدر به اوپانیشاد نیست که به باگاواد گیتا است، که باگاواد گیتا خودش بخشی از اون کتاب حماسی مهابارات است که در حقیقت جنگ بین دو خاندانه داره توصیف میکنه. ولی اون چیزی که برای یک فردی مثل گاندی انقدر مهم میشه اینیست که در صحنه جنگ که یکی از این اعضای یکی از این خانواده به نام آرجونا هستش، کریشنا که به هر حال یکی از خدایان هندی هستش، میاد و به او پیامهایی رو میده که اون پیام‌ها در صحنه جنگ موجب میشه که اون خشونت پرهیز بشه. یعنی بهش میگه که تو باید حس مسئولیت داشته باشی، تو تا اونجایی که میتونی باید اخلاقی رفتار کنی، تو باید تعامل داشته باشی، و به نوعی این شاهزاده رو میخواد ببره به طرف فکر خشونت پرهیزی. اینجاست که برای کسی که میخواد از متون خودش، از فرهنگ خودش نمونه‌های از خشونت پرهیزی رو استخراج کنه و باهاش فعالیت مدنی، کار مدنی، ضد مبارزه ضد استعماری بکنه مثل گاندی، اونجا مورد استفادهش قرار میگیره. میدونین؟ یعنی دقیقاً اتفاقاً ما میبینیم که هر کدوم از این ادیان، اتفاقاً در بحث‌های بعدمون خواهیم دید، هر کدوم از این ادیان معرفانشون و فعالانشون چگونه استفاده کردن از این متون و این متون رو چگونه استخراج کردن و باهاش کار کردن از نظر مدنی. این که من خودم اعتقاد دارم که ما در ایران امروز اونم باید همین کارو بکنیم. من یه سوال داشتم که برمیگرده به صحبت‌های قبلی راجع به نقش فرهنگ و تاریخچه. به نظر شما چه دلیلی هست که هندویسم و بودیسم و جینیسم که
عدم خشونت رو یه چیز کلیدی یا درجه یک میدونن، چرا از یه فرهنگ میان و کلن چرا این فکرها بیشتر در شرق هست نه در غرب؟ در غرب هم البته شما دارید، برای اینکه ما ازیبازی من اینجا بحثم شروع کنم که من فکر میکنم که ما یک شرق و یک غرب نداریم، ما شرقهای متفاوت داریم و غربهای متفاوت داریم. مثال میزنم، ما دنیای ایران، دنیای مصر، بین النهرین، هند، چین، ژاپن، اینا همه شرقن، تمام دنیای شرقی هستن، ولی با هم تفاوت‌های خیلی اساسی دارن. یعنی شما مثلا دنیای بین النهرینی رو مثل فرض کنین بابل و سومر رو مقایسه وقتی می‌کنین با دنیای چین و دنیای هند که با اونها هم قدمت خیلی دیرینه دارن، شما کاملا می‌بینید که دو نگرش کاملا متفاوت با جهان و با جایگاه انسان در طبیعت و جهان هستش. همینطور در غرب، وقتی ما میخوایم درباره غرب صحبت کنیم، ما از یونان باستان شروع میکنیم، یونان و روم باستان رو ربط میدیم به قرون وسطای اروپایی، ولی یونان باستان و روم باستان با قرون وسطای اروپایی خیلی تفاوتهای اساسی دارن، خیلی تفاوت. درسته که ما میبینیم که در دوره‌های قرون وسطای اروپا، در خصوصا پایان قرون وسطا میان و دو مرتبه با رنسانس این بحث میان و بحثایی که در اونجا شده رو میان دو مرتبه مطرح میکنن. به هر حال بحث دموکراسی یکی از بحثایی است که اگه اروپایی‌ها اینو شروع کردن به خاطر یونان باستان بوده، چون فکرش بوده، یا قانونگذاری رو به خاطر روم باستان بوده، چون مسئله لجیسلیشن اصلا تمام دستور زبان حقوقی غرب به لاتینه، هنوزم به لاتین صحبت میشه. بنابراین این تاثیرات همیشه بوده. من فکر میکنم که شرق و غرب هم روبروی هم همیشه وای نستودن، از همدیگه اتفاقا خیلی تأثیر گرفتن. مسیحیت از ادیان شرقی خیلی تأثیر گرفته، فلسفه افلاطون و ارسطو از دنیای شرق خیلی تأثیر گرفتن، بالعکسش هم همطور بوده. یعنی ما ایرانی ها دنیای اسلام چقدر از ارسطو و افلاطون و یونانی ها تأثیر گرفتن. شما وقتی که دوره این مکتب ترجمه رو به قول معروف در اندلس دارید و شما افرادی مثل ابن رشد دارید و دیگران که متون یونانی رو به عربی ترجمه میکنن و بعد به لاتین ترجمه میشه و موجب تغییر آمدن رنسانس فکری میشه در اروپا و باش فلسفه مدرن شکل میگیره، ما میبینیم که این تأثیر چگونه بوده. بنابراین این تأثیرات دو طرفه است. فقط من فکر میکنم که انفعالات سیاسی و اجتماعی که صورت گرفته در بعضی از نقاط جهان موجب شده که شما با خشونت‌های دیگه بیشتری برخورد داشته باشید، شما با ملت‌های برخورد داشته باشید که یک سری از آیین‌هاشون از دست دادن یا فراموش کردن، یا اون جهانبینی رو به کلی فراموش کردن، یا اون جهانبینی رو تبدیلش کردن به یک دین رسمی دولتی که خودش رو نفی کرده. اتفاقا ما در مورد دنیای ایران وقتی صحبت میکنیم یا دنیای ایرانی وقتی صحبت میکنیم، این دوگانگی و این تضاد خیلی زیاده در دنیای ایرانی و اینو در جلسات بعدیمون خواهیم دید که آیینی که آیین زرتشته و آیینی که در مورد راستی، رستگاری، پرهیز از دروغ و کردار نیک داره صحبت میکنه، خودش تبدیل میشه به یک دین رسمی در دوره ساسانی که مزدکی‌ها و مانوی‌ها رو میکشه. این خودش تضاد اساسی است، میدونی؟ خب چگونه میشه که من اعتقاد ندارم که در بطن ادیان اصلا این هستش که حتما باید خشونت باشه. بعضی از ادیان هم که شما به درستی گفتید بیشتر تاکید میکنن بر عدم خشونت و این به خاطر فرهنگ اجتماعیشونه و یه مقداریش هم به خاطر اینکه مورد تهاجم واقع نشدن اینقدر، یعنی احساس ترس نمیکنن واسه اینکه خود مقاومت بکنن. شما در ادیان ابراهیمی به ویژه در اسلام و در دین یهود
به خاطر اینکه اکثرا بیابانگرد هستن و جنگجو هستن، شما خشونت بیشتری میبینید تا یک دینی که مثل مسیحیت که فلسفی میشه و تحت تاثیر رواقیون هستش و به نوعی فلسفه یونانی آمده توش و آرومش کرده از نظر فکری. یعنی اعتقاد داری که جایی که خشونت بیشتر هست، فلسفی و دنیای معنوی اونجاها هم بیشتر خشنه؟ بله. آها. پس یعنی این فلسفه ها یا دین های هندی به نظر شما یه جواب به خشونت زیاد نبوده، به خاطر اینکه اون فرهنگا کمتر توشون خشونت بوده اینا به وجود آمده؟ طبیعتاً. البته یعنی من فکر میکنم که شما از درون دین یهود و تورات بودیزم نمیتونید داشته باشید، از توش ممکنه که اسلام در بیاد، یعنی اسلام تاثیرپذیر باشه از دین یهود، ولی شما بودیزم و جاینیزم نمیتونید داشته باشید. جاینیزم و بودیزم نتیجه هندویزمن. چرا؟ به خاطر اینکه هندویزم به هر حال یک دینی است که تفاوت‌ها رو تا یک حد زیادی پذیرفته، همچنین که شما هم کماکان در هند یک کشوری هستش که چند فرهنگ است، چند ملیتی است، چند زبان است و چند دینی است و پذیرفتن، یعنی زرتشتی‌ها پارسیان هند امروزه آمدن اونجا زندگی کردن، مسلمان‌ها آمدن زندگی کردن، سیکان به وجود آمدن و اینها همه پذیرفته شدن. شما در خیلی از کشورهای جهان از جمله ایران، چه در دوره باستان چه در دوران مدرنش، ادیانی که به وجود آمدن همه مهاجرت کردن، نتونستن اونجا شکل بگیرن به خاطر اینکه باهاشون مقابله شده و کشتنشون یا از بینشون بردن، ولی هندی ها قبول کردن در دراز مدت. همونطور که میگفتیم آشوکا به هر حال یه امپراتوری است که هندوه ولی بودیست میشه. خب خیلی مثال بارزیه از این نظر. یه سوال دیگه در مورد جین ها میگفتین که حتی اعتقاد دارن که پارو مرچم نباید گذاشت برای اینکه به همون اندازه بالاخره خشونته، چون یه چیز زنده رو آدم میکشه. آیا توی این طرز فکر خطری میبینین، خطر سیاسی میبینین یا اصلا فیزیبیلیتی میبینین برای اینکه این طرز فکر کل دنیا رو بخواد بگیره؟ این طرز فکر به این صورتش نمیتونه کل دنیا رو بگیره، برای اینکه من فکر میکنم که بشریت احتیاج به یک آموزش خیلی کلی داره برای اینکه بتونه به این درجه برسه. ولی همونطور که ما داریم امروزه میبینیم، من فکر میکنم که فکر دفاع از محیط زیست و اینکه محیط زیست داره از بین میره و انسان ها باید به این مسئولیت برسن، این از خشونت پرهیزی و آموزه‌های خشونت پرهیز به مراتب بیشتر داره شیوع پیدا می‌کنه به این طرف که ما بریم به طرف حفظ محیط زیست. مثال براتون می‌زنم، یک شخصیتی مثل واندانا شیوا که خودش هم از فعالین مهم اون چیزی است که به خودش میگه اکوفمینیسم و مبارزه برای محیط زیست و حتی مبارزه علیه جانی‌سازی و کورپوریشن‌ها، او خودش رو دنبال روی گاندی میدونه. او دفاعی که از در حقیقت دفاعی که میکنه از دهقانها، دفاعی که میکنه از ارزنها، دفاعی که میکنه از بذرها و محیط زیست، اعتقاد داره که به دنباله همین فلسفی است که الان ما درباره صحبت کردیم، یعنی فلسفه بودیستی، جین و هندو، ولی شکل مدرنش که در گاندی از جمله مثلا شکل میگیره، یعنی که شما احتیاج به یک تعادل و توازن کیهانی اعتقاد دارید. شما اعتقاد ندارید که انسان مرکز جهانه، اعتقاد نباید داشته باشید که علوم و تکنولوژی انسانی در حقیقت برتره از زندگی نباتات و جانوران، و به قول و اعتقاد به اون فکر دکارتی ندارین که انسان مالک و سرور طبیعته. بحثی است که در قرن 16 و 17 میان و به دنبال گالیله میکنن افرادی که میگن که خب انسان چون مالک سرور طبیعته، بنابراین میتونه هر جور بخواد مهار کنه طبیعتو. بنابراین این فکر، من فکر میکنم که فکر بسیار مهمی است و این فکری است که در آینده به مراتب مهمتر خواهد شد، به خاطر اینکه ما
بحران هامون فقط بحران های اقتصادی و سیاسی نیستن که میبینیم، بلکه ما یک بحران محیط زیستی هم داریم و اون بحران محیط زیستی جوابش در حقیقت اینیست که از این فردگرایی لذت جویانه ای که ما داریم و از سبک زندگی که به ویژه در شمال آمریکا خیلی زیاد هستش، یعنی شما به جای فرض کنید 50% ملت دنیا بخورید و مصرف کنید و نابود کنید، خب این سبک زندگی حتما تغییر خواهد کرد، چون انسان به این صورت نمیتونه، اصلا کره ارض نمیتونه جوابگو باشه با این ازدیاد جمعیت. و طبیعتا من فکر میکنم که اونجا خشونت پرهیزی نوع بارزش میشه نوع دفاع از محیط زیست. این جواب شما بیشتر به خاطر استفاده‌ای که میتونیم بکنیم، به خاطر منافعی که خودمون داریم برای محیط زیست سالم و تمیز هستش که از اون نوع عدم خشونت دفاع میکنیم، ولی برای جینا این یه باوره، یه اعتقاد بله. طبیعیه. آره، ولی جینا خب در حدود فقط 2 میلیون هستن در تمام کل جهان و جین ها درسته که فردی مثل گاندی هم چون مادرش به هر حال به جینیزم اعتقاد داشته و من میرفته معبد جین ها فکر جینیزم آورده و در فعالیت مدنیش استفاده کرده، ولی فلسفه جینیزم یه فلسفه ساده ای نیست مثل بودیسم که هر کسی بتونه اعمال کنه. برای اینکه شما بخواید این کارو بکنید باید خیلی از امیالتون و خیلی از روش راه روش زندگیتون رو بذارین کنار و اینو برای انسان‌های معاصر خیلی مشکله که مثلا بگی که من نمیخوام 2 ماشین داشته باشم، من باید خونم کوچیکتر باشه، من نمیدونم با این حقوقی که دارم کافیمه برای اینکه بتونم به جامعه سعادت ببخشم ولی خودم بتونم زندگی معمولی داشته باشم. این یک شعاری است که در سالهای 1960 هم افرادی مثل ایوان ایلیچ یا مثل شوماکر که Small is Beautiful آمدن و به دنبال گاندی این بحث رو کردن که به جای اینکه ما بزرگ بیاندیشیم بیام کوچیک بیاندیشیم، زندگیامون رو کوچیک بکنیم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی، اینطوری موجب میشه که ما آدمای مسئولتری بشیم. ولی میبینیم که تا ما وارد سال 1980 میشیم و گولدن بویز و اینا، دو مرتبه مسئله با پایان جنگ سرد هم به ویژه ما وارد یه نوع مارکتیزم میشیم که دقیقاً عکس اون جریان میره که با خودش تمام این بحران‌های اقتصادی اخیر هم داشته، یعنی یه مقدار زیادیش به خاطر نابخردی در حقیقت اقتصادی و اجتماعی است که مردم میگن که خب ما همش میخوایم که هی انباشت سرمایه کنیم، انباش کنیم، انباش کنیم، ولی زندگی کردن بلد نیستیم، میخوایم که سعادتمند بشیم ولی نمیدونیم که چگونه سعادتمند بشیم، بنابراین هی میریم میگردیم که سعادتمندی رو یه جای پیدا کنیم. خب امروزه اتفاقا بودیزم در میان مردم غرب خیلی شیوع پیدا کرده و خیلی داره ترویج میشه و خیلی گرایش پیدا کردن به بودیزم، ولی دلیلش اینیست که خوشبختیشون رو نمیتونن و سعادتشون از نظر اگزیستانسیال و از نظر معنوی دیگه نمیتونن پیدا کنن، فقط انباشت سرمایه کردن و انباشت سرمایه اتفاقا به نظر من مرگه در دراز مدت، برای اینکه به شما اون چیزی که لازم هست رو نمیده و عدم تعادل ایجاد میکنه هم در جامعه هم در جهان به طور کلی. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه‌های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می‌کند. برای شرکت در این کلاس‌ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران.